قایق تفریحی خاص، مکان برای تعطیلات رونالدو و خانواده. سلام و وقت بخیر. کریستیانو رونالدو و خانواده اش تعطیلاتشان را در یک قایق تفریحی سپری می کنند که امکانات خاص دارد. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. کریستیانو رونالدو در قایق تفریحی آفریقا یک در ساحل فرانسه به همراه خانواده اش تعطیلات را می‌گذراند. کریستیانو و جورجینا همسرش ساکن قایق هستند که ارزشش 15 میلیون پوند است و میتوان آن را با 180 هزار پوند در هفته اجاره کرد. این قایق موتوری را شرکت ایتالیایی بینته در سال 2010 به راه انداخت و آن را اخیراً تحت بازسازی هم قرار داده است. شعاع آن 8.8 متر است و میتوان تا 12 مهمان را در 6 کابین آن پذیرایی کرد. این قایق یک دهلیز، 4 کابین دو نفره و یک کابین چسبیده دارد که همه جای سطح بالای کشتی قابل دسترس است. سطح بالای قایق هم مجهز به تخلیه هوا است. قایق آفریقا یک همچنین فضای کافی برای 9 نفر از خدمه کشتی را دارد. این قایق یک جکوزی بزرگ دارد که در عرشه و زیر آفتاب است. همچنین یک باشگاه بدنسازی کامل در آن وجود دارد. اینترنت و وای فای هم در آن قابل دسترس است. افرادی که اهل ورزش های آبی هستند هم از سوار شدن در این قایق پشیمان نخواهند شد. این قایق امکانات تفریحی پرشمار دارد که باعث می شود افرادی که سوارش می شوند دق نیارند. دو جت اسکی 32300، یک جت اسکی 32260، دو وسیله غواصی و همچنین یک سلاید در قایق وجود دارد. مهمانان همچنین می توانند از قایق‌های کوچک و غواصی اسکوبا در آن استفاده کنند تا تجربه بهتر از سوار شدن بر قایق داشته باشند. رونالدو و جورجینا همچنین یک سینما در این قایق دارند که از پروژکتور لیزری فورکسونی بهره می گیرد و با آن می توان پس از یک روز استراحت شب را به دیدن فیلم زیر نور ستارگان گذراند. همچنین یک رستوران مجهز در آن به چشم می خورد. این قایق با آلومینیوم ساخته شده است و در آن از تثبیت کننده های استفاده شده است که باعث می شود حتی در امواج شدید هم قایق زیاد تکان نخورد و احساس دریازدگی به مسافران دست ندهد. این قایق می تواند با سرعت معمول 12 گیری دریایی و سرعت حداکثر 23 گیری دریایی حرکت کند. ذخیره سوخت آن 65 هزار لیتر است و می توان سوار بر آن به هر جا که می خواهید بروید. تصاویر از رونالدو به همراه پسرش کریستیانو جورجینو در این قایق منتشر شده است. این دو نفر به همراه جورجینو از زندگی پس از پایان فصل فوتبال لذت می برند. آنها پیش از حضور در ساحل فرانسه به یونان رفته بودند و چند روز هم در آنجا ماندند. همچنین مایریچو ساری سرمربی جدید یوونتوس با عنوان مهمان به جمعشان اضافه شد. ساری و رونالدو درباره این که این بازیکن چه جایگاهی در برنامه های این مربی دارد با هم صحبت کردند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الله نگهدار.